سلام و شب شما بخیر. به برنامه بازار از ترونیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. عملی‌سازی پروژه برق وارداتی در غربند. شرکت برشنا نخستین پروژه برق وارداتی را در دره غربند ولایت پروان عملی می‌سازد. پایه ها نصب شدن و تجهیزات که قرارداد میشه امروزی که به مجرد رسیدن که حدود 2 ماه بر از اینا وقت گذاشته. امضای پیمان 6 پروژه توسعه از سوی وزارت فایدامه. وزارت فایدامه برزش بیش از 1.7 میلیارد افغانی پیمان 6 پروژه توسعه را با شرکت های خصوصی امضا کرد. پروژه بعدی ما ساختمان پل نخجیر است به طول 12 متر در ولایت بدخشان با هزینه 9,737,000 افغانی. این پروژه از طرف کشور هندوستان تمویل میشه و امیدوار هستیم در 6 ماه آینده بعد از عقد قرارداد به پای اکمال برسد. نخستین نمایشگاه آنلاین برای فرارده‌های زنان. وزارت زنان در همکاری با یک نهاد خصوصی نخستین نمایشگاه آنلاین را برای فرارده‌های شرکت‌های کسای زنان مدیریت می‌شوند بر انداخته است. در نمایشگاه آنلاین نقش بازاریابی برجسته بوده، فروشنده به دنبال خریدار است. و تلاش برای فراهم ساختن آب آشامیدنی بهداشتی در تاجیکستان. بانک جهانی و حکومت تاجیکستان میگن که در یک پروژه برای 400,000 تن از باشندگان بخش‌های دوردست این کشور آب آشامیدنی بهداشتی فراهم خواهد شد. در این برنامه بعد تازه‌های از رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان می‌پردازیم. شرکت برشنا نخستین پروژه برق‌رسانی را در دره غربند ولایت پروان عملی می‌سازد. هزینه مجموع این پروژه در حدود 80 میلیون دلار است که پیمان آماده‌سازی سیم‌های برق و وسایل دیگران به روز شنبه با یک شرکت داخلی امضا شده است. قرار است با بهره‌برداری این پروژه بیش از 10,000 خانواده در دره غربند از انرژی برق بهره‌مند شوند. در چارچوب پروژه انتقالی برق به سیاگرد و شینواری، سیم‌های برق وارداتی از چاریکار به این ولسوالی‌ها کشیده می‌شوند که در گام نخست تا 4 ماه دیگر 4,500 خانواده را در این ولسوالی‌ها از انرژی برق بهره‌مند خواهند ساخت. شرکت برشنا پیمان این پروژه را با یک شرکت داخلی که سیم‌های برق را در داخل کشور تولید می‌کند امضا کرده است. پایه ها نصب شدن و تجهیزات که قرارداد میشه امروزی که به مجرد رسیدن که حدود 2 ماه بر از اینا وقت گذاشته، با رسیدن از این انشاءالله تا 9 ماه آینده ما ولسوالی ها را از انرژی برق مستفید میسازیم. شرکت برشنا میگوید که برای برق رسانی به شیخلی و سرخ پارسا، 2 ولسوالی دیگر در غربند، یک پروژه دیگر را برای خواهد انداخت. قرار آمار احصایوی ولسوالی سیاگرد حدود تقریباً 26,000 یا 25,000 فعلاً خانواده در ولسوالی سیاگرد تنها زندگی میکند. اگر مثلا تنها ولسوالی سیاگرد تحت پوشش قرار بدهد، نیازمندی های این ولسوالی تا آنها برآورده نمی‌شود. بگذار که در ولسوالی شینواری، ولسوالی سرخ پارسا، ولسوالی شیخلی برود. هزینه های این پروژه از سوی شرکت برشنا و وزارت مالیه پرداخته میشوند. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای عبدالستار خواصی، عضو مجلس نمایندگان. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر از شما، سلام به شما و همکار عزیز شما، بیننده محترم شما. سلام تقدیم. ممنون. آقای خواصی، میخوام از شما بپرسم شرکت برشنا که نخستین پروژه برق وارداتی را میخوان اینا در دره غربند عملی بسازن، با این حال چقدر میتونه که در دسترسی مردم این منطقه کمک بکنه با اینکه اینا با برق دسترسی پیدا میکنن و همچنان میتونن از طریق در قسمت کاربارشان هم نیست گسترش به میان بیاره؟ تشکر. اول باید بگوییم که ما تصمیم داشتیم یک درس به نام نمکاب در غربند که آب میخواستیم از اینجا برش برق تهیه کنیم. وقتی که در سال 86 سروی رفت و اونا گفتن که نازیاد برای فعلا مساعد نیست، باز بالاخره ما مجبور شدیم که در سال 1392 عنوانی ریاست جمهوری یک پیشنهاد بکنیم به خاطر برق غربند که کل موضوعاتش تر مراحل شد. متاسفانه نبود بودجه، نتونستیم که به منصه عمل اجرایی قرار بگیره.
بعدش در سال 80 در 95 داخل بودجه ساخته میشه. الحمدلله که باز بعد از 95 تای مراحل شد و کارهای پایشانی از این که 90% کارش تمام است، پایهای شانده شده و فعلا به خاطر سردی هوا کارش معطل است، که امروز شاید لات دوم شما بودین که او 286 هزار متر کیبل ازی است که انشاءالله از پشتی سرخ جبل سراج الى دول سوالی غوربند فعلا که سیاگرد است در منطقه فراگرد در اینجا برش سبستیشن جور میشه و بعد سبستیشن ولسوالی های سرخ پارسا و شیخ علی را انشاءالله دبر میگیره که بر از اونام برق میرسنه، ولی در ابتدا 4,500 خانه است و بعدش هم 10,000 خانه میشه که شما میفهمین که پروسه برق رسانی طویل المدت نباشه. بله، خواهی خواستی بین روی ازی صحبت بکنیم که در این 18 سال چرا توجه بیشتر به ولایت پروان به ولسوالی های این ولایت نشده در قسمت برق رسانی؟ چون در 18 سال پروژه در دره قربند عملی نشده بود که اینو از برق بهرمند شوند. البته صحبت شما دقیق است، باید قبلا میشد. 18 سال گذشت، پول وافر و فریمان در افغانستان آمد، کم توجه نظام و حکومت بوده، گرچه ما زیاد تلاش کردیم. ما به شما گفتم زمانی که ما وکیل شدم در سال 86 ما پیشنهاد کردیم اینا را که امو درجاتی که آب فراوان داره باید از اونا برق بندای آبی جور شد، ولی متاسفانه توجه نشد. بعد ما مجبور شدیم در سال 92 به رئیس جمهوری از برق وارداتی را پیشنهاد بکنیم. به این لحاظ کم توجهی قبلا بوده، ولی ما تلاش خود کردیم. بالاخره تلاش نتیجه شمی بوده که امروز شاهد ازی بودیم که قراردادش امضا شد و اگر خدا خواسته باشه که مردم غوربان تمام در 4 ولسوالی غوربان که بیشتر از 300 هزار نفوس داره و بیشترین جغرافی پروان تشکیل میده، اینا واقعا محروم بودن از برق. ولی ما بعضی درجات خوردم داریم، مثل قمچاق، مثل فرنجال و مثل جای دیگه که اونا بندای خرد دارن، که مثلا 14 غوربان هم برقش تقریبا قریب است که به پای یک مال برسه، کارش شروع است. در فرنجل هم 80% کارش تکمیل است که از طرف پیارتی جور شده بود، 20% دیگه شما امرای برشنا صحبت کردیم، اونا هم تعهد کردن که جور میکنن. ولی با رفتن از این برق انشاءالله که مشکلات مردم مرفوع میشه، ولی باید انتظار کشید که برق رسانی مراحل طولانی داره و وقت گیر است. بنان این برق به تمام غوربند میره و سبستیشنش در منطقه فراگرد یک جایی از پایین سیاگرد زمین برش اختصاص داده شده، زمین استملاک شده، در اختیار برشنا گذاشته شده که انشاءالله بعد اونا سبستیشن ایجاد بکنن به دو ولسوالی دیگه که سرخ پارسا و شیخ علی برق خواهد رفت انشاءالله. بله، آقای خواصی آنچنان گفته میشه که قرار بود بند در دره خنچاق نیست ساخته شود، کار همین بند به کجا رسیده؟ بند ساخته شده، در زمان داوود خان بند ساخته شده، 4 توربین داره که از 4 توربین 3 توربینش غیر فعال است، یک توربین فعلا کار میکنه. قبلا گفتم که کارش جریان داره، 3 توربین سرش کار است که فعلا همون کانالی که دارن در زمستان باید او کانال تصفیه شوه و پاک شوه، بعد از او کار عملی توربینا آغاز میشه. او کار از او تمام است انشاءالله تقریبا. خب کار تصفیه کانال صورت گرفته تا کنون؟ روانه، جریان داره، 80% کار تمام است، فقط 20% دیگه که نصب و 3 توربین دیگه است که او اگر فعال شوه باز نه تنها در قمچاق که پایین تا سیاگرد و جوی دختر و ساحات دیگه هم برق میده، این اونا میتونه که برق بیشتر داشته باشه. اما برق فرنجل که 1 مگاوات برق است، اونام 80% کارش تکمیل است، فقط 20% دیگهش که به برشنا رساندیم انشاءالله او هم میشه. بله، باشه، در دره قربند اگر اشاره بکنیم که چقدر از باشندگان این بخش هستن که نیازمند هستن که هنوزم باید پروژه برق رسانی سرعت بخشیده شود تا اونام از نور برق بهرمند شوند؟ البته کل قربند نیازمند است، از پل آشوه گرفته تا شبر و این طرف تا ساحات میدان وردک که ما 4 ولسوالی در نظر گرفتیم و انشاءالله که برق اگر خدا خواسته باشه به 4 ولسوالی رسنده میشه. خواهی خواستی در قسمت عملی سازی این پروژه تعهد را که شما میتین به شرکت برشنا که در قسمت عملی سازیش با اینا کمک میکنن و همچنان تعهد را که مردم دارن در این قسمت چی هست؟ تعهد مردم، شما میفهمین که مردم تشنه توسعه و ترقی و تمدن هستند و شما میفهمین که دو چیز باعث تمدن و ترقی میشه، یک انرژی و دیگه سرک است.
و اردوی از شهرگاه اقتصادی یک منطقه را زنده می سازه. به او خاطر مردم تشنی ازی است و سر و جان سر و مال استاد استن در تامین امنیت ازی و همکاری مردم بسیار شدید است که انشالله اینا را همکاری میکنن. هیچ نوع مشکلی نیست. من مثالش به شما دادم میتونم که وقتی پایه کشانی میشد مردم جشن میگرفتن. امی پایه هایی که کشانده شده 90% کارش تمام است، 10% به خاطر سردی هوا معطل است. انشالله سردی هوا هم که رفع شه در ماهای حمل 98 کار از اینام تمام میشه و بعدم در طول 4 ماه که برام امروز قراردادی وعده داد که بیشتر از 4 ماه اینا تجهیزات خریداری میکنن و کار عملی از او آغاز میشه. بنان ما از این لحاظ هیچ مشکل نداریم. مردم همکار هستن، حکومت همکار است، حکومت محلی جدی همکار است، مردم جدی همکار هستند. ما به شرکت برشنا و قراردادی اطمینان میدم که هیچ مشکلات پیدا نخواهد شد. اما مژده به مردم غوربندی است که قبلا برادر ما صحبت کردن که گویا بشی خلیوس اگرد چطور سرخپارسا چی میشه، اتر نیست. بازم تکرار میکنم این وقت گیر است. امی ساحه فراگردی که ما به شما ذکر کردم زمین استملاک شد، دیگه سبستیشن جور میشه، بعد سبستیشن انشاءالله به دول سوالی دیگه هم برق خواهد توزیع شد انشاءالله. بله آقای خواصی، شرکت برشنا با شما وضاحت دادن در مورد بهای برق، قرار از هر کیلووات این برق که به باشندگان در یه غربند میرسه به چند افغانی بالا از اینا به فروش خواهد رسانید؟ البته برق قیمت واحد داره، تو نمیشه که در کابل قیمتش یک چیز باشه، چون اما در برق از ولایت ها فرق میکنه. مردم بارها شکایت داشتن او برقی است که توسط جنراتور روشن میشه و مصارفش بیشتر است. این برق وارداتی است که به کابل میآید و همین برق وارداتی به غربند میره. وقتی که برق وارداتی کابل و غربند یکی باشه، طبیعی است که قیمت مصرفش هم یکی میشه. حکومت نمیتونه که قیمت بیشتر از مردم غربند بگیره نسبت به مردم کابل. چرا؟ برق از منبع واحد میآید، برق وارداتی است، اردوش باید یک قیمت باشه. یعنی در این قسمت هیچ تفاوت وجود نداره؟ هیچ تفاوت وجود نداره، به خاطر نداره که منبعش معلوم است، برق وارداتی است و کابل و غربند اردوش دبر میگیره. بله خود خواصی، خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین که خواست مردم ولایت پروان از شرکت برشنا و از حکومت در قسمت برق‌رسانی هر چه بیشتر بین باشندگان این ولایت چی است؟ البته مردم پروان مثل سایر مردم افغانستان خواهان ازی است که برق برشان برسه و یک مژده که مردم کوی صافی میتونم بتم که بله. در بودجه پولش گرفته شده، سروی شده، موضوع کوی صافی هم در عملیاتی آمده و انشالله اونم زودتر کارش آغاز میشه. بله تشکر، سپاس تشکر از شما. تشکر، سلامت بخیر باشید. تا لحظات دیگر. امضای پیمان 6 پروژه توسعه از سوی وزارت فواید عامه. به نامه برنامه بازار خوش آمدید. ما در این بخش از برنامه بازار آخرین و تازه ترین تحولات از بازارهای افغانستان در اختیار شما قرار میدیم تا شما هم بتونید به اساس این تغییرات و تحولاتی که در بازارهای افغانستان به میان میآید معاملات روزمرهتان را انجام بدهید. در گام نخست هم میبینیم که بهای مواد خوراکی چگونه است، آیا تغییرات در این بخش تا کنون به میان آمده است یا که خیر؟ بله آنچنان که شما هم مشاهده میکنین 50 کیلوگرم آرد در بازارها 1430 افغانی به فروش میرسه، 1 لیتر روغن هم 70 افغانی در حال حاضر در بازارها به فروش میرسه. به این ترتیب 1 کیلوگرم برنج سیل اول 100 افغانی به فروش میرسه، 1 کیلوگرم لوبیا 90 افغانی به فروش میرسه. بله 1 کیلوگرم نخود 100 افغانی به فروش میرسه، 1 کیلوگرم شکر هم 40 افغانی در بازارهای افغانستان به ویژه پایتخت به فروش میرسه. و همین ترتیب چای میبینیم. بله 1 کیلوگرم چای هم 300 افغانی به فروش میرسه. بخش عمده این مواد خوراکی افغانستان از کشورهای بیرونی وارد میشود. تغییراتی که در آن کشورها به میان بیاید و همچنان افزایش ارزش اسعار خارجی به ویژه دلار در برابر پول افغانی میتونه که تاثیرات روی بازارهای افغانستان داشته باشد. و در این بخش بهای نفت و گاز مایع را میبینیم که چگونه است. 1 کیلوگرم گاز مایع 55 افغانی در بازارها به فروش میرسه. ما هفته گذشته تا 50 افغانی هم داشتیم که 1 کیلوگرم گاز مایع به فروش میرسید. 1 لیتر پترول 48 افغانی به فروش میرسه. به این ترتیب دیزل، بله 1 لیتر دیزل هم 47 افغانی به فروش میرسه. افغانستان سالانه در حدود 2 میلیارد دلار مواد نفتی را از کشورهای بیرونی وارد میکنه، در حالی که
در اینجا در افغانستان مواد نفتی و گاز سرشار دارند که تا هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. و نرخ شمار ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار امریکایی 74 افغانی و 60 پول در بازارهای ارز افغانستان مورد تبادله قرار میگیره. یک رو 84 افغانی و 45 پول تبادله میشه. به این ترتیب یک درهم مراد 20 افغانی و 30 پول تبادله میشه. 1000 روپیه هندی 1040 افغانی در بازارهای ارز افغانستان تبادله صورت میگیره. 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی هم 534 افغانی در بازارهای ارز افغانستان تبادله میشه. و بیننده عزیز، در این بخش از برنامه بازار همکارانم گزارش در مورد امضای در حدود 6 پروژه توسعه از سوی وزارت فایدامه آماده ساختند که آنچنان گفته میشه که این پروژه ها برزش 1.7 میلیارد افغانی قرار است که در ولایت های مختلف افغانستان عملی شود تا دسترسی بیشتر مردم به جاده ها فراهم شود. در کنار از او، پس از گزارش سخنگوی وزارت فایدامه نیز با ما خواهد بود و جزئیات بیشتر در این مورد این پروژه ها از اون خواهند داشت. اکنون هم گزارش. ساخت جاده پل بهسود در ننگرهار، ساخت دو بخش جاده میمنه تا بلچراغ، ساخت پل نخجیر در بدخشان و ساخت پل بلاغ در دهروان و روزگان و حفظ و مراقبت جاده خالد بن ولی در بلخ از پروژه هایی هستند که بروز شنبه به شرکت های ساختمانی داخلی سپرده شدند. وزیر فواید آمد در مراسم امضای پیمان های این پروژه ها بر عملی سازی معیاری آنها تاکید می ورزد. پروژه بعدی ما ساختمان پل نخجیر است به طول 12 متر در ولایت بدخشان با هزینه 9,737,000 افغانی. این پروژه از طرف کشور هندوستان تمویل میشه و امیدوار هستیم در 6 ماه آینده بعد از عقد قرارداد به پای اکمال برسند. در همین حال شرکت های پیمانکار هرچند میگویند که پروژه ها را در زمان مشخص شده و به گونه معیاری آن عملی خواهند ساخت، اما میافزایند که با چالش ها و مشکلات نیز در روند عملی سازی این پروژه ها روبرو هستند. این نگاه از ولایت جلال آباد و اقوام محترم وزارت فایدامه تقاضا میکنه که در این مورد همکاری بکنه که انشاءالله مسائل استملاک زمانگیر نشه. دیگه انشاءالله متعهد میکنه که پروژه را در وقت زمان خود با کیفیت خلاص میکنه انشاءالله. قرار است این پروژه ها تا 2 سال دیگر به بهره برداری سپرده شود. برای بحث بیشتر در این مورد آقای مهدی روحانی سخنگوی وزارت فایدامه اینجا در استودیو با ما هستند. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه. سلام، تشکر. ممنون. و روحانی، میشه که جزئیات همین 6 پروژه توسعه‌ای را که شما با شرکت های خصوصی امضا کردین شما داشته باشیم که در کل چقدر کیلومتر است، چقدر مدت در بر میگیره که این پروژه ها عملی شوند؟ تشکر. رهبری وزارت ترانسپورت جدید، یعنی اداره سرک ها که وزارت فایدامی اسبق میشه، تلاش دارن که ما بتونیم مشکلات هموطنان عزیز خود را بخصوص در قسمت سیستم منظم مواصلاتی مرفوع بسازیم که تمام ترقی و پیشرفت کشور مربوط به سیستم منظم مواصلاتی میباشد. سیستم منظم مواصلاتی شامل شهرهای عمومی، خطوط آهن و میادین هوایی میباشد. و از طرف دیگه رهبری وزارت فایدامه در تمام فصول سال تلاش دارن به هر نوه بتانیم که ما امکانات فراهم بسازیم و مشکلات هموطنان عزیز خود در بخش پروژه های زیربنایی مرفوع بسازیم. و از طرف یک داشته باشیم انتقالات نظر به وقت و زمان خوبتر خود. به طور مثال اگر فعلا ما و شما یک بوجی آرده به نورستان و دایکنده انتقال میتیم، هزینه کرایش تنها شاید 300 افغانی شود. با وجود با داشتن سرک ما شما میتونیم که هزینه نور کاهش پیدا کنه که از 300 افغانی میتونه که به 50 افغانی یا به 20 افغانی کاهش پیدا کنه که در قسمت رشد زندگی هموطنان عزیز ما شما رول عمده اساسی خود داره. و از طرف دیگر در فکر و متسرک ما میتونیم که برای بیش از 100 ها فامیل اشتغالزایی ایجاد بکنیم که بتونیم که مشکلات اشتغالزاییش مرفوع بسازیم. و پروژه‌ای که امروز بین جناب یاری صاحب وزیر صاحب ترانسپورت به امضا رسیدن، بیش از 47 کیلومتر سرک و همچنین دو پایه پل به طول بیش از 84 متر در ولایت ننگرهار، اورزگان، بدخشان، بلخ و فاریاب بین جناب وزیر صاحب و همچنین نماینده شرکت های خصوصی به امضا رسید. تامین کننده پروژه های امروزی ما دولت افغانستان، بانک جهانی و کشور دوست هندستان است که در وقت و زمان مختلف خود تعیین میشه که
ایشش پروژه ما داریم که بعضی پروژه های ما در مدت 12 ماه تقویمی تکمیل میشه و بعضشان هم در 6 ماه تقویمی و همچنان در 24 ماه تقویمی. در مجموع رهبری وزارت ترانسپورت جدید تلاش بیداره که ما بتانیم در قسمت تطبیق پروژه های خود نظر به وقت و زمان و کیفیت برای ما بسیار مهم میباشه. قبل از اینکه شرکت قراردادی مواد را در ساحه استفاده کنه، توسط پرسنل وزارت ترانسپورت اداره سرک ها مواد چک میشه. اگر مواد طبق ماده قرارداد باشه بنا اجازه کار بشن داده میشه و اگر خلاف ماده قرارداد باشه بنا اجازه کار داده نمیشه. که در اونجا هم تیم های مراقبت کننده ما موجود است و از طرف دیگه هم تیم های ریاست لابراتوار ما که قبل از استفاده کردن توسط لابراتوار خود وزارت چک میشه و برای قرارداد اجازه خام داده شد. بله آقای روحانی، یک مورد را که از طرف شرکت های پیمانکار مطرح شده، اینا عمدترین چالش در برابر عملسازی این پروژه ها مشکلات امنیتی و همچنان در قسمت استملاک گفتن. مشکلات امنیتی که خب شما با نهادهای امنیتی باید تیره شریک بسازین و در قسمت استملاک زمین ها چه برنامه‌ای را روی دست دارین به خاطر این پروژه ها؟ در مجموع تمام ادارات رهبری حکومت وحدت ملی تمام هدف ما یک است. چه وزارت محترم دفاع باشد، داخله باشه و ترانسپورت باشه، هر وزارت که باشه، هدف ما ایجاد سهولت ها برای هموطنان عزیز ما میباشه. چیز امکاناتی که وزارت ترانسپورت در اختیار خود داشته باشه در خدمت دیگر ادارات است و چیزی که وزارت محترم دفاع و وزارت محترم داخله و ریاست محترم عمومی امنیت ملی داشته باشد در اختیار ما قرار دارد، چون سرک سرمایه ملی کشور است، یک از پروژه های بسیار مهم و اساسی ما شماست. به خاطر تطبیقش تمام ادارات برای ما همکار هستند و از همه مهمتر که شما اشاره کردین موضوع استملاک است. ولی استملاک برمیگرده بر هموطنان عزیز ما شما، ولی بدبختانه بعضی وقت بعضی از هموطنان عزیز ما شما در قسمت استملاک با حکومت افغانستان همکار نیست. یعنی هر قدر که اینا با ما همکار باشه ما میتونیم که نظر با ما وقت و زمانی که برای خود مشخص کردیم به پایان برسانیم. به طور مثال فعلا ما شما مثال داریم که به شما یادآور شم، سرک لین دوم کابل الی لوگر تانگ تیل الی چهاراسیاب که بخش اولش قراردادش امضا شده و فعلا هم شرکت در قسمت در مسیر سرک بعضی کوهای که از تپه که از کار میکنه، ولی بدبختانه در قسمت بازار همتان عزیز ما و شما در قسمت استملاک حاضر نمیشه که خودش یک نوع مشکلات برای تطبیق پروژه ایجاد. اگر به کسان که قرار از زمین شان و یا خانه شان در اثر از این پروژه ها مورد استملاک قرار بگیره، شما جایداد دیگه مد نظر بگیرین یا زمین در جای دیگه برشان داده شوه، فکر نکنم که مشکل وجود داشته باشه. در مجموع ما از طرف ادارات زیربط، یعنی با وزارت ترانسپورت دیگر اداراتی که همراه ما هستند، تمام جاها سروی شده، جا درشان در نظر گرفته شده و هر خساره یک دانی میباشه چندین ارگان مشترکان میباشه که برشان قیمت داده میشه، نظر به قیمت و نظر به رضایت خود صاحب جایداد در نظر گرفته میشه، برشان داده میشه. ولی بدبختانه بعضی وقت است که هموطنان عزیز ما شما سرک میخواه و در قسمت تطبیقش با حکومت افغانستان همکاری نمیکنه. و از طرف دیگه ما چون در فصل سرما قرار داریم، رهبری وزارت ترانسپورت تلاش به داریم که ما بتونیم تمام شهرهای عمومی افغانستان را اداره سرک های ما که وزارت اسبق وزارت فاید آم است در ساحه موجود هستند که ما بتونیم مسیر بروی ترافیک باز نگه داریم و شب گذشته جا داره که از تمام پرسنل خود در تمام شهرهای عمومی افغانستان در نقاط از پذیر از سر شب تا به صبح اینا کار کردن تا تانستن که ما بتانیم مسیر نقاط از پذیر را برای ترافیک باز نگه داریم. اگر یک شایعات در قسمت ولایت زابل در فضای مجازی به وجود آمده که غیر حقیقت بود، ولی در او قسمت در منطقه شاجوی یک تانکر از مسیر خود انحراف کرده بودند که بدبختانه درای ما شما در فصل سرما قوانین ترافیکی را رعایت نمیکنه و لازم و چیزایی که در زمستان لازم باشه اونا با خود نمیداشته باشه. به خاطر انحراف تانکر از مسیر سرک یک مقدار وقت را در اونجا مسدود کرده بود مسیر را، که در قدم اول تمام پرسنل وزارت ریاست فایدامی ولایت غزنی و همچنین ولایت زابل از دو قسمت ما کار آغاز کردیم. به همکاری ارگان‌های محلی تانستیم که خوشبختانه یعنی هیچ کار کرد شما در قسمت باز نگه داشتن شهرها سودمند بوده و تانستین که کار مثبت را در برای مردم انجام بدین. طبعا، ولی فعلا چند ولایت که نصر خوشبختانه در طی 27 سال بیشترین حجم برف و امسال ما شما داریم، ولی در تمام ولایت افغانستان در تمام نقاط آسیب پذیر هیچ نوع تلفات و خسارات تا حال ما خوشبختانه نداریم و همچنان گذرگاه سالنگ که خوشبختانه با مو رهبری خوبی که ما داریم تا حالا هیچ نوع تلفات و خسارت نداریم. وای صرف که مسدود میشه برای ترافیک به خاطر از جلوگیری تلفات و خسارات میباشه، چون در اون قسمت بعضی برف کوچهای اجباری میباشه که توسط تیم توپچی وزارت محترم دفاع برفای کوچ اجباری صورت میگیره و بعد که اگر مسیر کاملا بر ما اطمینان حاصل کنیم که هیچ نوع خسارات و تلفات به وجود نمیاد، بنابراین برای ترافیک باز نگه داشته میشه. همه مشکل تر در فصل سرمایه است که دیدی ترافیک در اون نقاط بسیار مشکل است. همزمان وزش باد با برف
باعث میشه که دید ترافیک کمتر باشه. بنابراین به ما اساس است که ما مسیر مسدود میکنیم که جلوگیری از تلفات و خسارات داشته باشیم. بله آقای روحانی، شما شهرهای سالنگ یادآوری کردین. میخوایم از شما بپرسیم که کار بازسازی این شهرها را قرار است که چه زمان شما آغاز بکنین؟ با ختم شدن فصل سرما که ما فصل کاربار آغاز میشه، آیا کار بازسازی این شهرها آغاز خواهد شد؟ خوشبختانه خبر خوش که ما داریم است که مطالعات اساسی و تکنیکی تونل جدید سالنگ به پایان رسیده و شرکت بین‌المللی سمک استرالیایی مطالعات سه گزینه را برای ما پیشنهاد کرده که به شمول 90 کیلومتر سرک به شمول تونل جدید سالنگ بر وزارت فایدامه داده و وزارت فایدامه از سه گزینه یک گزینشان انتخاب میکنه. این البته پلان دراز مدت ماست و ما چون سه پلان داشتیم یک پلان مطالعات اساسی تونل جدید بودن، بدیل شهرهای سالنگ سرک دوشیل و بامیان است که از دو قسمت کار جریان داره و مطالعات اساسی خود تونل سالنگ فعلی که فعلا همه که شرکت های بین‌المللی مطالعاتشان پیش میبرند. تشکر، سپاس از اینکه با ما گرفتین. خیلی سپاس از شما. تا لحظات دیگر. نخستین نمایشگاه آنلاین برای فرارده های زنان. عملی‌سازی پروژه برق وارداتی در غربند. شرکت برشنا نخستین پروژه برق وارداتی را در دره غربند ولایت پروان عملی می‌سازد. امضای پیمان 6 پروژه توسعه از سوی وزارت فایدامه. وزارت فایدامه برزش بیش از 1.7 میلیارد افغانی پیمان 6 پروژه توسعه را با شرکت‌های خصوصی امضا کرد. نخستین نمایشگاه آنلاین برای فرارده‌های زنان. وزارت زنان در همکاری با یک نهاد خصوصی نخستین نمایشگاه آنلاین را برای فرارده‌های شرکت‌های کسای زنان مدیریت می‌شوند برای انداخته است. و تلاش برای فراهم ساختن آب شمیدنی بهداشتی در تاجیکستان. بانک جهانی و حکومت تاجیکستان میگن که در یک پروژه برای 400 هزار تن از باشندگان بخش‌های دوردست این کشور آب شمیدنی بهداشتی فراهم خواهد شد. خبرها. وزارت امور زنان در همکاری با یک نهاد خصوصی نخستین نمایشگاه آنلاین را برای فرارده‌های شرکت‌های کسای زنان مدیریت می‌شوند برای انداخته است. وزیر امور زنان میگوید با توجه به مشکلاتی که زنان سرمایه گذار در نمایشگاه های متعارف دارند، نمایشگاه های آنلاین میتوانند با آسانی زمینه های توسعه کاربار آنان و بازاریابی برای فرارده هایشان را فراهم سازند. در این حال شماره از زنان سرمایه گذار میگن که نبود بازار فروش مناسب همواره یکی از چالش های بزرگشان بوده است. گشایش نخستین نمایشگاه آنلاین برای فرارده های شرکت های زنان سرمایه گذار. همه سالا نمایشگاه های زیاده برای توسعه کاروبار زنان سرمایه گذار براه می افتند. اما وزیر امور زنان می گوید که این نمایشگاه ها با وجود سودمندی ها مشکلات همچون کوتاه مدت بودن و هزینه بر بودن را هم دارند. از همین رو نیاز بود تا یک نمایشگاه دائمی آنلاین برای به نمایش گذاشتن فرارده های شرکت های زنان ایجاد شود. در نمایشگاه آنلاین نقش بازاریابی برجسته بوده، فروشنده به دنبال خریدار است. ترویج فرهنگ چنین نمایشگاه ها و فروشگاه که در بازار بزنس و تجارت کشور ما پیشینه ندارد، ایجاب وقت را می نماید. زمینه فروشات آنلاین برای 1000 خانم مهیا بسازه و خانم ها می توانند با قرار دادن محصولاتشان در این نمایشگاه از طریق از این نمایشگاه آنلاین چی در داخل افغانستان باشه و چی در خارج از کشور به فروش برسانند. زنان سرمایه گذار در مراسم راه اندازی نمایشگاه از ولایت های گوناگون آمدند تا شرکت هایشان را ثبت نمایشگاه کنند. شرکت هایی که با این نمایشگاه آنلاین می پیوندند می توانند فرارده هایشان را در یک صفحه اینترنتی به نمایش بگذارند.
ما وعده از ایره میتیم که ما خانم هایی که در این نمایشگاه اشتراک میکنن به وجه احسنش یا به بهترین وجه امکان از این نمایشگاه استفاده به عمل بیاید. یک نیاز حتمی بود برای خانم های تجارت پیشه و کسایی که تولیدات و صنایع دستی دارن تا از طریق این نمایشگاه آنلاین امی فروشات از اینا اجناس از اونا برای سطح کشور و حتی سطح جهانی شناختنده بشود. نمایشگاه آنلاین بانوان افغان با یک بانک خصوصی نیز پیمان بسته است تا مشتریان شرکت‌ها گزینه پرداخت پول را به گونه برقی نیز داشته باشند و از حساب‌های بانکیشان در خریداری‌ها استفاده کنند. در مورد بیشتر گفتگو می‌کنیم با خانم راحله متین، برگزار کننده نمایشگاه آنلاین فرآورده‌های زنان، و همچنان خانم جیلا حبیبی، یکی از بازرگانان. سلام و وقت شما بخیر. مهمان عزیز، خیلی خوش آمدید. بس با شما آغاز می‌کنم. خانم متین، می‌خوام که از شما بپرسم هدف را که شما داشتین با اینکه نمایشگاه آنلاین بیاین به فرآورده‌های زنان ایجاد بکنین، می‌تونه در کل چی باشه؟ در عموم شما میفهمین که یک از مشکلات عمده ای که در افغانستان وجود داره نبود بازار دائمی و فروش محصولات خانم ها است، و ما خواستم یک نمایشگاه آنلاین که البته افتتاحی از یک کنفرانس بود و این نمایشگاه دائمی می باشه که خانم ها میتونن با قرار دادن محصولاتشون در این نمایشگاه بتونن محصولاتشون به فروش برسانن، و یک ایدیای نو بود. خانم ها در عموم از تجارت و محصولاتی که خودشان دارن فروختن نمیتونن و نبود بازار یکی از مشکلات اینا هستن، و من خواستم همچین یک برنامه را داشته باشم برای خانم ها و یک بازار دائمی باشه برای خانم ها. چگونه زنان میتونن که در این نمایشگاه خودشان راجستر بکنن و نمو فرورده هایی را که دارن اون را به نمایش بگذارن؟ ما برای خانم هایی که محصولات دارن، ما برشان در یکی از وبسایت هایی که ما جور کردیم برشان اکاونت داده میشه و اونا محصولات خود در وبسایت ما به نمایش میگذارن. در صورتی که اونا خواسته باشن همکاری ما را، ما یک کسی هستیم که بین فروشنده و خریدار یک کمک میشیم برای از اونا که بتونن اونا محصولات خود از طریق وبسایت به فروش برسانن و یک بازاریابی بر فرورده هایشان شود. بله. تشکر به شما. دوباره برمیگردم خانم بی، در این قسمت میخوایم از شما بپرسم که نمایشگاه آنلاین که برای فرورده های زنان ایجاد شده، شما ایده در قسمت بازاریابی بر فرورده های زنان چقدر سودآور میدانید؟ من فکر میکنم که نمایشگاهی که از طرف اینا امروز افتتاح شد میتونه یک گام خوب برای شناختوندن اجناسی که توسط خانم ها تولید میشه و صنایعی که خانم ها تولید میکنن برای عموم مردم افغانستان و حتی مردم جهان باشه. بله، پیش از اینکه چنین نمایشگاه آنلاین ما داشته باشیم، شما چقدر در قسمت بازاریابی مشکل داشتین؟ به عنوان یک زن بازرگان چقدر وقت تولید میکردین بازار نداشتین که به او را بر فروشتون، با چقدر مشکلات در این بخش رو برو بودین؟ مشکلات ما به نهایت زیاد بود و بزرگترین مشکلی بود که یک آدرس مشخص نبود که نشان بده اینی تولیدات خود خانم ها هست و یک چیز آدرس مشخصی که اونا بتونن از امی آدرس او را شناسایی کنن و خریداری کنن. بله، و این نمایشگاه میتونه که تأثیر گذار باشه روی گسترش تولیدات زنان هم؟ یقینا. بله، تشکر به شما. دوباره برمیگردم خانم متین. بازم میخوایم که از شما پرسم که کسانی که میاین و در وبسایت شما خودشان راجستر میکنن تا فرورده هایشان به نمایش بگذارن، آیا پول از اونها گرفته میشه؟ در اول نمایشگاه ما که افتتاح شد برای 1000 خانم قرار است ما این کارا را به طور رایگان برشان مهیا بسازیم تا خانم ها رو بیارن به این نمایشگاه، آگاهی پیدا کنن به این نمایشگاه، و در عموم برای خانم ها ایر رایگان گرفتیم که خانم ها بتونن به، چون وضع اقتصادی خانم ها بسیار پایین است، اقتصاد برای خانم ها وجود نداره، و ما خواستیم برای خانم ها حداقل برای 1000 خانم ایر به طور رایگان مهیا بسازیم. بله خانم متین، بیان روی ازی هم صحبت بکنیم، به که در کنار از که خب در قسمت بازاریابی شما میتونین که کمک را بر زنان بکنین و این نمایشگاه را برای انداختین، علاقمندی زنان به خاطر استفاده از این نمایشگاه چگونه یافتین امروز که افتتاح کردین؟ امروز با افتتاحی از این نمایشگاه بسیاری از خانم ها خوشحال شدن و بسیاری خانم ها یک آینده درخشان در این رابطه دیدن، و چیزی را که ما از تمام خانم ها و برادرایی که امروز در افتتاح این نمایشگاه داشتم خوشبین بودن به این که یک نوآوری خاص برای خانم ها، البته برای کسایی که کار میکنن است، و زیادتر کسا از کارمت
تقدیر کردن و خوشحال شدن و من همچنان خوشحال هستم که بعد ازی بتانم کار ما رو به رشد توصیه بتم. بله، در کنار ازی که خب تنها تولیدات زنان میتونه که در این نمایشگاه اینا به نمایش گذاشته شاید تولیدات دیگر افغانستان که در بخش های مختلف داره اونا میتونن رجستر شون و به نمایش گذاشته شون. محصولات خانم ها صنایع قالین، زعفران، بازارهای متفاوت میتونه دی وبسایت ما باشه و محصولاتشون رو به فروش بگذارن. بله، تشکر دوباره به شما برمیگردم. خانم بی، میخوایم از شما بپرسم که حکومت افغانستان به خاطر از اینکه حمایت بکنه از کاربار زنان، از کسانی که میان در شرایط دشوار در اینجا سرمایه گذاری میداشته باشن، از شما باید چی نوع حمایت های صورت بگیره، در کدام موارد؟ به نظر من در قدم اول خانم های صنعتکار ما بیشتر در قسمت منابع مالی مشکل دارن و عدم دسترسی به منابع مالی، قرضهای طولانی مدت و تبلیغات مشکل داشتن که خوشبختانه تا حدی با ایجاد فروشگاه در قسمت تبلیغات دست ما بازتر شده و امید که در آینده حمایت حکومت برای خانم های تجارت پیشه ادامه داشته باشه. بله، خانم بی، شما که از ولایت هرات آمدین، مگر بله، اشتباه نکرده باشم، به کابل، وضعیت کاربار زنان در هرات در کل چگونه است؟ در چقدر نسبت به سالهای گذشته در قسمت مدیریت، در قسمت ظرفیت کاربار زنان بهبود به میان آمده؟ اگر ما بیایم نسبت به گذشته ببینیم، در گذشته ها خیلی کم به ولایت هرات و ولایت های اطراف بود که یک خانم یک تجارت یا یک کاروبار مشخص از خود داشته باشه و خوشبختانه طبق آماری که اتاق تجارت صنایع زنان به هرات فعلا داره، چیزی بالاتر از 200 خانم تجارت پیشه با اتاق تجارت صنایع زنان رجستر است که اونا فعلا کاروبار دارن و خود اونا کار خود مدیریت میکنن. علاقمندی مردم به خاطر خریداری از این فروده های زنان در هرات چگونه است؟ بیشتر علاقمند هستن که استفاده بکنن؟ خوشبختانه ولایت هرات از جمله ولایت هایی که بیشتر کار خانم ها تشویق کردن و از کار خانم ها خرید شده، از اونا خرید کردن و این امید ما از دیگه هموطنه های ما هم دارم که بیشتر سعی کنن تولیدات داخلی ما و بالخصوص تولیدات خانم ها را خریداری کنن و از اونا استفاده کنن. بله، تشکر. خانم متین، میشه که شما در این رابطه هم صحبت های داشته باشین که کسانی که میان از این نمایشگاه آنلاین بازدید میکنن، فرده ها را اینا پسند میکنن، اینا میتونن با استفاده از کارت های بانکی هم بتونن خریداری بکنن این فرده ها را؟ بله بله، خانم هایی که محصولاتشون برای فروش میگذارن در این وبسایت میتونن از طریق ایزی پی یک فرآورده نو است از او استفاده بکنن و پرداخت پول خود از او طریق به دست بیارن. کسانی ما هست، زنان هم هست که دسترسی ندارن به چنین سامانهای، یعنی از دقل با تلفن و یا هم به اینترنت اینا دسترسی ندارن. شما در قسمت ازی که آگاهی دیم بکنین برای این زنان، برنامه روی دست شما هست؟ بله بله، یکی از مشکلات های عمده که خانم ها بعض زیادترشان در ولایت هستن، در مکان های دور دست زندگی میکنن و به اینترنت و چیزا دسترسی ندارن. ما اولین مشکلشان همین مشکل در نظر گرفتیم که ما میتونیم یک پل ارتباطی شیم بین فروشنده و خریدار. ما همراه از خانم ها اونا میتونن فروده هایشان را بر ما تسلیم میکنن و ما اونا را به فروش گذاشته پولشان را برشان میرسانیم. بله خانم متین، خیلی کوتاه به عنوان جمع‌بندی میخوایم از شما بپرسم که باشون این کارهایی که از طرف نهادهای مختلف صورت میگیره، به ویژه که از طرف شما به عنوان یک زن صورت گرفته، چقدر میتونن در گسترش کاربار زنان کمک بکنن و قسمت در قسمت بهبود زندگی این زنان؟ من خوشحال هستم که افغانستان رو به رشد است و روز به روز خانم ها به تجارت و ای کارها رو میارن و من خوشبین هستم که انشالله ای کار ما یک نتیجه خوبه بر تمام خانم ها می باشه و من خوشحال هستم که خانم ها بتونن از از این بابت از نمایشگاه آنلاین ما خریداری بکنن و همچنان از هموطنان خود می خواهیم که خانم ها را کمک بکنن تا زیادتر گام های استوار بردارن. تشکر خانم متین. تشکر و همچنان خانم بی، سپاس از اینکه به نظر افتادین. خیلی سپاس از شما. تا لحظات دیگر، برگزاری پیکار نهالشانی در خوست.
بدامه برنامه بازار خوش آمدید. پیکار نهالشانی در ملی فرهنگی خوست برای 3 روز برگزار شده است. برگزار کنندگان ملی فرهنگی خوست هدف از برگزاری این برنامه را ترویج فرهنگ کشت نهال و ترویج همکاری و صمیمیت میگن. اشتراک کنندگان این برنامه نیز از حکومت میخوان که چنین برنامه های را با هدف بهتر شدن محیط زیست برگزار کنند. اینجا در یک مرکز تفریحی در خوست صدها باشنده این ولایت در میله فرهنگی خوست شرکت کردند. آنان با نهالشانی و اشتراک در برنامه های گوناگون این میله از آمدن سال نو و فصل بهار استقبال میکنند. نظامی دی که غیر نظامی دی در طول خوشحال دی و موقع در غورو چه موقع در وقت پدا خوست که پدا طول افغانستان که در سول خدای پک را والی چه موقع طول خلق خوشحال بی اخپل کرو برو کی نیلگی که نوی ترسو آقا نیلگی را لوی شی او دیگی چه خلقه استفادا و که او دیو خوست آوا پاکه که او ماشالا دی خوست وانان چی دی وانان سپینگیری طول وطن فارست دی او دی پل ولایت سر دیر مینه لری. در کنار باشندگان خوست مقام های این ولایت نیز در این میله فرهنگی و پیکار نهالشانی حضور یافتند. نن چه تاسی هر بوته کاری هر نیالگه کاری دسته نه چی وازی زان تا گتا رسوی بلکه نور و غرونو تا هم گتا رسوی چاپیریال تا گتا رسوی او پو مجموع که تاسو هم الله خوشحالک او همو مخلوق دی زرغون خوست دی نیالگه کنوالو برخدا چه منگا پر طول خوست که پر زرگون و نیلگی کنه. در پی جنگ های چندین ساله مراکز تفریحی و ساحات سبز زیادی در خوست آسیب دیدن که اکنون باشندگان خوست می خواهند که با نهالشانی نمای سبز و زیبای گذشته این بخش ها را بازگردانند. هم در دول شروع نورم دایر شپراتون کلونو که درسو و در دول دلعیز تو گبانده مگا بیام به خوست که نیلگی کنه. یواز دانه چه سکال و نگی خود درشوی باید ده پلنه وشی، خفزتی وشی و خسمشتی ده تفریقی زمین که در ضرورت لری. باشندگان خوست در حال پیکار نهالشانی را برای انداختند که به گفته برخی از آنان در سالهای پسین حکومت در این بخش کمتر توجه کرده است. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای احمد فرید قربان استاد دانشگاه کس ولایت خوست روی خط اسکایپ با ما وصل هستند. سلام و وقت شما بخیر آقای قربان. خیلی خوش آمدید به برنامه. میشه که در نخست در مورد میله فرهنگی خوست بیشتر از شما بشنویم که آنچنان گفته میشه بیشتر در این میله توجه بر نهالشانی صورت گرفته. ډیر زیاته مننه. او اول خو تاسو ته سلامونه، بیا د طلوع تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه. دغه د زرغون خوست میله چې تاسو یادونه وکړه دا په خوست کې دا 2 کاله کیږي ترسره کیږي. دغه میله په یوه غونډۍ یوه تفریحي غونډۍ باندې 1 کال ترسره شوه چې نږدې 400 جریبه ځمکه ده. 1 کال ورته ډیر زیات خوست میشتې راغلي وو. نږدې 8000 کسانو ګډون په دې میله کې کړی وو. دغه میله دوه ارزښتونه لري. یو خدای چې خلک پکې دغه نیالګي کینوي، دوی نورو ته دغه توصیه کوي چې نیالګي دې کینوي، او ترڅنګ یو فرهنګي ارزښت هم لري. خوستوال دغه میله هر کال مانځي، د ولسوالیو نه خلک راځي، دولتي چارواکي حکومتي چارواکي پکې ګډون کوي، همدارنګه د خوست ښځې او نر دې میله کې ګډون کوي. نو دا میله هم دغه د خوست د زرغونوالي دپاره ډیره مهمه ده او له بړه اړخه دغه فرهنګي ارزښت لري. دا کال پکې یو لوی محفل را بلل شوی و د هیواد تکړه سندرغاړی جاوید امرخیل ورته راغلی و ملي او حماسي سندرې وویلې. نږدې 8000 کسانو په پوره مینه او لیوالتیا دلته ګډون وکړ. نو د دې میلې یو بل پیغام دا دی چې په ټول خوست کې هغه چې د خوست هره سیمه ده په هغې کې له خلکو نه غوښتنه کیږي چې دوی نیالګي کینوي، دغه د نوي کال پسرلي دپاره آمادګي ونیسي. نو ډیره خوندوره او ډیره ګټوره میله وه چې له ځان سره خلکو ته ډیر ګټور پیغامونه لرل. بله آقای قربان، روی ازی اگر اشرا بکنین که علاقمندی باشندگان ولایت خوست به نهالشانی چیگونه است؟ آیا اینا بیشتر میخوان که در کنار این چنین میله های اینا خودشان نهال غرس بکنن برای سرسبزی خوست؟ نو ما مخکې یادونه وکړه، یوازې دغه میله چې 3 ورځې وړاندې ترسره شوه په دې کې نږدې 8000 کسانو په یو ځای ګډون کړی و، او نږدې 3000 ونې یې دلته کینولې. او په ټوله کې د خوست خلک چې دي په وروستیو کې دې ته ډېر زیات متوجه شوي دي چې دوی نیالګي کینوي. هر کال په لکونو میلیونونو حتی نیالګي په خوست کې کینول کېږي. په دې کې
څه زینتی ونی دی د ښکلا دپاره او څه میوهدارې ونی دی او تر ټولو ښه خبره په وروستیو کې دا ده چې ان هغه د غرو خلک چې ډېر لرې په اطرافو کې اوسیږي دوی هم دغه د نیالګیو کینولو ته په وروستیو کې ډېر زړه ښه کلی دی ښه کړی دی که تاسو دا اوس هم د خوست ښار د ورځې لخوا وګورئ په سلګونو زرګونو داسې خلک به وګورئ چې دوی له ولسوالیو نه راځي نیالګي وړي او لکوي یې فکر کوم دغه حالت ښه شوی دی او دا څو ورځې وړاندې د ولایت په مقام کې د سولې په نوم یو باغ جوړ شو د سولې په نوم د یو باغ پرانیسته وکړه وشوه چې په هغې کې هم ډېرو خلکو ګډون کړی و زه فکر کوم دغه حالت ډېر ښه شوی دی او خلک دې ته متوجه شوي دي چې د چاپیریال د ساتنې دپاره د هیواد د سمسورتیا او بیا په ځانګړي ډول د خوست د زرغونتیا دپاره دوی باید نیالګی کینوي او په دې کې د مدني ټولنو رول ډېر بارز دی هر کال مدني ټولنې هغه لویې لارې چې دلته دي سړکونه لویې لارې باغونه په هغوی کې په داوطلب ډول نیالګي کینوي دغه نیالګیو ته اشرونه کوي میلې کوي او پیسې راټولوي او دغه نیالګي کینوي دغه حالت اوس له پخوانه ډېر ښه شوی بله خواهی قربان اگر روی ازی هم اشارهی داشته باشین که در قسمت ازی که تنها ما نهال غرض بکنیم و نگهداری از او صورت نگیره بازم یک مشکل می باشه و نمیتونه که بر سرسبزی محیط زیست بیشتر کمک بکنه در قسمت خواست شما از باشندگان خواست میتونه در کل چی باشه که اینا در قسمت ازی که هم نهال جانی میکنن هم باید حفظ و نگهداری از این نهال ها صورت بگیره او بالکل دای ولوی ستونزه ده ځکه دلته هر کال په دې باندې مصاریب کیږي ډیر زیاتې ونې لکول کیږي خو وروسته هغه ساتل کیږي نه لاغې نه ساتنه نه کیږي هغوی ته مثلا یا اوبه نه رسول کیږي یا دغه د اوبو سیستم نه ورته جوړ شوی یا د کال په جریان کې د هغوی ساتنه نه کیږي دا یوه ډیره مهمه مسله ده زموږ هیله هم دا وي د دې دپاره باید د آګاهۍ پروګرامونه په لاره واچول شي خلکو ته وښودل شي چې په دې نیالګیو مصرف کیږي دا د هیواد د زرغونتیا دپاره د هوا د صفوالي دپاره او په ټوله کې د چاپیریال دپاره ډیره ګټوره مسله ده زه غواړم په همدې حالت کې یوه بله یادونه وکړم چې دلته یوه ډیره لویه ستونزه په ټوله کې په خوست کې بیا په لویه پکتیا کې دا ده چې ځنګلونه په ډیر بېرحمانه ډول وهل کیږي دا اوس هم کابل ته نورو ولایتونو ته تر ډیره دغه د لویې پکتیا لرګي ځي که د ورځې تاسو کابل ته په دې لاره ځئ سلګونه داسې موټر به ووینئ چې د لرګیو بار دي زموږ غوښتنه له دولت نه حکومت نه ډېر وخت دا وي چې دوی دې دغه د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړي ځکه له یوه خوا که موږ دلته میلې جوړوو ونې کینوو له بلې خوا هلته د ورځې زرګونه نیالګي وهل کیږي هغوی تیار رسېدلي دي د موسم کې هغه هغوی ډېر ګټور ثابتېږي نو په غرونو وهل کیږي خلک هلته له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د دوی دغه د نفقې طریقه چې دا همدغه له غرونو نه ده زموږ غوښته د یوازې د خلکو نه بلکې خپله په دې کې حکومتي چارواکي پړه دي دا اوس هم د ملي اردو د پولیسو د دولتي ادارو ټول قراردادونه په لرګیو کیږي زموږ غوښتنه له مرکزي حکومته دا ده په دې مو بار بار دا غږ پورته کړی دی چې دوی دې ته توجه وکړي د دې په ځای چې د وطن ځنګ ځنګلونه ووهل شي دوی د په نورو لارو فکر وکړي تر څو دغه ځنګلونه وساتل شي او د چاپیریال په ساتنه کې د ونې ګټورې ثابتې شي یعنی عدم توجه حکومت به حفظ ځنګلات سبب شده که بیشتر ځنګلات قطع شوه دقیقاً ما مخکې درته وویلې چې د پکتیا لوی غرونه چې هغه که د زدرانو دي که د تڼیو په ساحه کې دي که د منګلو په ساحه کې دي دا عملاً اوس هم وهل کیږي له هغې نه د ورځې په ټنونو لرګي کابل ته انتقالیږي نورو ولایتونو ته انتقالیږي په دې کې تر ټولو ستر تضاد یا پارادوکس دا دی چې خپله دولتي قراردادونه په لرګیو کیږي نو کله چې دولتي قراردادونه د ملي اردو د پولیسو دا مرکزی دولت د لرګیو د قراردادونو ځای ګاز یا نور په بدیلو لارو فکر وکړي تر څو دغه ځنګلونه وساتل شي بل تشکر آقای احمد فرید قربان استاد دانشگاه از ولایت خواست که روی خط اسکای با ما وصل بودن و اکنون هم ادامه خبرها وزارت زراعت و بیاری میگد که تا بیش از 4 ماه دیگر 4 مسلخ بزرگ و میاری به بهره برداری سپرده خواهند شد سخنگوی این وزارت میگد که از مجموع 5 مسلخی که قرار بود وزارت زراعت و بیاری در سال گذشته ایجاد کنند یکی از آنها امسال در کابل به بهره برداری سپرده شد و به زودی کار ساخت مسلخ های دیگر در کابل هرات و کندوز نیز پایان خواهند یافت
ایجاد مسلخ‌های معیاری در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر از برنامه‌های ناکام وزارت زراعت و آبیاری بودند که 9 سال پیش راه اندازی شدند. سخنگوی وزارت زراعت میگوید که به هزینه در حدود 30 میلیون دلار 5 مسلخ معیاری را در کابل، هرات، کندز اعمار می‌کنند که در حال حاضر یکی از این مسلخ‌ها در کابل به بهره برداری سپرده شده است. از این 5 مسلخ کار مسلخ رشخور تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. مسلخ شکردره کابل، مسلخ ولایت هرات و مسلخ ولایت بلخ قرار است تا 3 ماه آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار بگیره. مسلخ کندوز هم در تابستان 98 مورد بهره برداری قرار میگیره. بر بنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، این دو مسلخ در کابل می توانند تا 18% نیازمندی کابل را در این بخش رفع کنند. در همین حال شمار از کارشناسان میگویند که در حال حاضر روند کشتار و توزیع گوشت در کابل به گونه غیر معیاری انجام می شود. برای تولید گوشت صحی و با اعتبار ایجاد مسلخ ها بسیار مهمه باشه و همچنان برای جلوگیری از محیط زیست. ببینیم در هر جا قصابان شهر که کشتار میکنن شهر آلوده میسازن با خون و عمو مواد اضافی که از ایوان به خارج پراگنده میشه، این سبب آلوده شدن محیط زیست میشه. قرار است با بهره برداری هر 5 مسلخ، این مسلخ ها در چارچوب سیاست مشارکت عامه و خصوصی و بخش خصوصی سپرده شود. بر بنیاد آمارهای وزارت زراعت، این مسلخ ها در هر نوبت کاری ظرفیت پروسس 100 رست گاو و 500 رست بز و گوسفند را دارا هستند. بانک جهانی و حکومت تاجیکستان میگن که در یک پروژه برای 400 هزار تن از باشندگان بخش های دوردست این کشور آب آشامیدنی بهداشتی فراهم خواهند شد. و گفته بانک جهانی این پروژه 58 میلیون دلار هزینه برمیدارد و در کنار آب آشامیدنی در چارچوبان برای 100 هزار تن دسترسی به خدمات بهداشتی نیز فراهم خواهد شد. بر میاد آخرین اطلاعات تنها 36% باشندگان بخش های روستایی تاجیکستان با آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی دارند، اما اکنون حکومت این کشور فرا امیدوار است که با این پروژه دسترسی روستانشینان با آشامیدنی بهداشتی بیشتر شود و از برخی از بیماری ها جلوگیری شود. از سوی دیگر حکومت تاجیکستان میگوید که در حال گفتگو با اتحادیه اروپا است تا صادرات کالاهای تاجیکستان به اروپا از مالیات معاف شود. با گزارش خبرگزاری های تاجیکستانی، اتحادیه اروپا گفته است که می تواند در بدل حفظ حقوق بشر، حفظ حقوق کارگران و محیط زیست در تاجیکستان، این اتحادیه کالاهای صادراتی تاجیکستان را از مالیات معاف بسازد. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.